سلام شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست اهمیت یک شهادت خوب اهمیت یک شهادت خوب آیات کلیدی این مطالعه در اول تسالونیکیان فصل یک آیات یک تا ده هستند عزیزان کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل یک آیات یک تا ده میفرماید از طرف پولس، سیلاس و تیموتائوس به مسیحیان شهر تسالونیکی که از آن خدای پدر و عیسی مسیح خداوند میباشید از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح طالب رحمت و آرامش برای شما هستیم ما همیشه خدا را برای وجود شما شکر می کنیم و دائما برای شما دعا می کنیم و در حضور پدرمان خدا اعمال پرمهر و ایمان استوار و امید راسخی را که به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح دارید به یاد می آوریم. ای برادران عزیز و ای محبوبان خدا میدانیم که خدا شما را برگزیده است زیرا زمانی که پیغام انجیل را به شما اعلام نمودیم آن را کلمات و سخنانی بیمعنی نپنداشتید بلکه با علاقه بسیار به آن گوش فرادادید آنچه می گفتیم عمیقا در شما اثر می گذاشت. زیرا روح القدس به شما یقین کامل می بخشید که سخنان ما راست است رفتار ما نیست شما را از این امر مطمئن می ساخت در نتیجه شما از ما و از خداوند پیروی کردید و با وجود زحمات شدیدی که به سبب پیغام ما متوجه شما شده بود با شادی که از روح القدس است پیغام ما را پذیرفتید به این ترتیب شما برای مسیحیان سراسر مقدونیه و یونان نمونه شدید اکنون کلام خداوند به وسیله شما در همه جا پخ شده و به گوش مردم سرزمین های دیگر نیز رسیده است هر جا قدم میگذاریم سخن از ایمان حیرت انگیز شما به خداست لذا نیازی نیست که ما دیگر چیزی در این خصوص بگوییم زیرا خودشان برای ما بیان می کنند که با آمدن ما نزد شما چگونه از بود پرستی دست کشیدید و به خدا گرویدید به طوری که اکنون فقط بنده خدای زنده و حقیقی هستید در ضمن بازگو می کنند که با چه اشتیاقی منتظر بازگشت فرزند خدا یعنی عیسی مسیح میباشید که خدا او را پس از مرگ زنده کرد او تنها کسی است که ما را از مجازات حولناک آخر زمان نجات خواهد داد آمین عزیزان قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می توسط این تعلیم به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم آمین دوست خوب من قبل از هر چیز در ابتدای این تعلیم تحت عنوان اهمیت یک شهادت خوب لازم میدونم تا اول مفهوم لغت شهادت را در چارچوب تعالیم کتاب مقدس ما مسیحیان روشن کنم اما قبل از آن باید خدمت شما عرض کنم که مفهوم لغت شهادت در مسیحیت همیشه به معنای کشته شدن در راه اطاعت از خداوند و معرفی او به دیگران نیست. عزیزان مفهوم لغت شهادت در این تعلیم به معنای گزارشی است از آنچه که شخصی دیده یا تجربه کرده است. تکرار میکنم مفهوم لغت شهادت در این تعلیم به معنای گزارشی است از آنچه که شخصی دیده یا تجربه کرده است برای ما ایمانداران به عیسی مسیح شهادت بیانیه ای است که عیسی مسیح کیست و در زندگی ما چه کرده است حال که مفهوم لغت شهادت را در چارچوب مسیحیت شناختیم تعلیم را با معرفی سه عاملی که اخلاص و صحت شهادت ما را به دیگران نمایش میدند ادامه میدم یک شخصیت ما عزیزان از لحظه دریافت رستگاریمان از خداوند روح القدس روند تطابق دادن شخصیت ما را به شباهت شخصیت خداوند و منجی ما من ایسای مسیح آغاز میکنه. در اینجا شاید با شنیدن این که از لحظه دریافت رستگاریمان از خداوند روح القدس روند تطابق دادن شخصیت ما را به شباهت شخصیت خداوند و منجیمان ایسای مسیح آغاز میکنه سوالاتی را در ذهن شما به وجود آورده سوالاتی مانند این که رستگاری در چارچوب مسیحیت به چه معناست و از چه لحظه خداوند رستگاری را به ما عطا می کنه؟ عزیزان رستگاری به طور خیلی خلاصه و به زبانی ساده به معنای بخشیده شدن گناهان ما توسط خدای پدر هست. لطفا دقت بفرمایید در لحظه ای که یک شخص با شناخت صحیح قلبا ایمان میاره که عیسی مسیح یگان فرزند خدای پدر بود که خود نیز در ذات خدا بود به علاوه در زمانی که بهترین و انتخاب خدای پدر بود عیسی مسیح بدن انسانی بر خود گرفت و به شکل نوزاد انسان از زنی تولد یافت به علاوه ایسای مسیح زندگی کاملا بیگناهی را در مدت حدود 33 سال در بدن انسانی بر روی این کره زمین زندگی کرد به علاوه ایسای مسیح در اطاعت کامل از خواسته خدای پدر و در محبتش برای انسان گناهکار داوطلب شد تا با فدیه جان خودش تاوان گناه گناهان بشر را یک بار برای همیشه پرداخت کنه با ایمان به این حقایق الهی که خدمت شما عرض کردم هر شخصی میتونه گناهانش را به خداوند اعتراف و عیسی مسیح را به عنوان ناجی و خداوند به قلب و زندگی خودش دعوت کنه در همان لحظه خدای پدر گناهان شخص گناهکار را میبخشه و روح القدس یا همان خداوند در روح وارد قلب شخص ایماندار میشه عزیزان روح القدس یا همان خداوند در روح تا پایان عمر هر ایماندار به عیسی مسیح در او باقی میمونه تا از او مراقبت کنه و تا به او کمک کنه بتونه آنگونه که خواسته خداوند از وی هست زندگی کنه عیسی مسیح این فداکاری بینظیر را کمی بیش از دو هزار سال پیش در حق بشر گناهکار به مانده از خدا بر روی صلیب انجام داد عیسی مسیح خدای در جسم انسانی ظاهر شده داوطلبانه به جای انسان گناهکار بر روی صلیب جان داد و مرد تا از آن لحظه به بعد هر کسی که به این فداکاری وی ایمان بیاره گناهانش آمرزیده بشند و تا ابد زنده بمونه و با وی در بهشت زندگی کنه عزیزان دعا می کنم که همه شما عیسی مسیح را به طور صحیح بشناسید و به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید. تنها راه بخشیده شدن گناهان ما تنها راه رهایی از غضب خداوند تنها راه رهایی از به سر بردن در جهنم وی تا ابدیت فقط و فقط ایمان به کار تمام شده خداوند عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب هست امیدوارم که توضیحات من به بعضی از سوالات شما پاسخ داده باشه. عزیزان خدمت شما عرض کردم که از لحظه دریافت رستگاریمان من از خداوند روح القدس روند تطابق دادن شخصیت ما را به شباهت شخصیت خداوند و منجی من ایسای مسیح آغاز میکنه. تطبیق دادن شخصیت ما به شباهت ایسای مسیح یکی از اهداف روح القدس یا همان خداوند در روح ساکن شده در ماست که از لحظه ایمانمان به ایسای مسیح شروع و تا لحظه ای که زنده هستیم ادامه خواهد داشت. در راستای همکاری با روح القدس تا شخصیت ما به تدریج به شباهت ایسای مسیح مبدل بشه افکار ما هم باید بیشتر و بیشتر با آموزه های کتاب مقدس که همان کلام خداست هماهنگ بشند همانطور که ما برای شبیه به ایسای مسیح شدن بیشتر با روح القدس همکاری می کنیم و همانطور که کلام خدا را مطالعه و افکارمون را با آموزه های آن هماهنگ می کنیم نگرش های گناه آلود ما نیز با نگرش های خدا پسندانه جایگزین می شند. همچنین قلب ما نیز تمایل بیشتر پیدا میکنه تا از خداوند پدر آسمانیمان اطاعت کنیم آنگاه اگه تغییرات درونی ما واقعی باشند اونها خودشون را در خارج از ما ظاهر می کنند. دو رفتار ما عزیزان رفتار روزانه ما باید تایید کنه که ما در ایمان به عیسی مسیح کی هستیم اگه دستورات خدا را فقط گهگاه دنبال کنیم اما بقیه اوقات را نادیده بگیریم شهادت ما به دیگران ریاکارانه خواهد بود به یاد داشته باشید که شهادت مسیحی به معنای گزارشی است از آنچه که شخصی دیده یا تجربه کرده است برای ما ایمانداران به عیسی مسیح شهادت بیانیه ای است که عیسی مسیح کیست و در زندگی ما چه کرده است زندگی واقعا دگرگون شده توسط ایمان واقعی به عیسی مسیح با اطاعت کامل از وی در رفتار مشخص خواهد شد سه گفتگوهای ما عزیزان ما از هر چیزی که قلبمان را پر میکنه صحبت میکنیم یک قلب دگرگون شده توسط ایمان به عیسی مسیح باید مملو از کلمات مهربانانه باشه یک قلب دگرگون شده توسط ایمان به عیسی مسیح باید مشتاق باشه تا عیسی مسیح را به دیگران معرفی کنه یک قلب دگرگون شده توسط ایمان به عیسی مسیح باید با اشتیاق کامل و بدون اقراق به دیگران بگی که چگونه عیسی مسیح او را از محکومیت به گناه و به سربردن در جهنم تا ابد نجات داده یک قلب دگرگون شده توسط ایمان به عیسی مسیح باید فروتنانه به دیگران بگه که چگونه عیسی مسیح به او کمک کرده تا از اعتیاد آزاد بشه تا از خشم و نفرت نسبت به دیگران آزاد بشه تا از نگرانی و استراب آزاد بشه تا از ترس از آینده و شرم از گذشته خودش آزاد بشه و چگونه عیسی مسیح به او امید و آرامش داده؟ دوست خوب من وقتی شخصیت رفتار و گفتگوهای ما با آنچه که واقعا در ایسای مسیح هستیم مطابقت داشته باشند آنگاه شهادتی خواهیم داشت که دیگر مسیحیان را تشویق میکنه و بی ایمانان را به سوی ایسای مسیح میکشونه عزیزان بیای درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل یک آیات یک تا ده یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم این درس که عیسی مسیح مشتاق تا اشتیاق قلب ما را ارضا کنه و به ما کمک کنه تا شخصیت، رفتار و گفتار مسیحی و خداپسندانه داشته باشیم. عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا تو آنقدر مرا دوست داشتی که برای بخشش گناهان من جان یگان فرزند عزیزت عیسی مسیح را بر روی صلیب به جای من قربانی نمودی خداوند از تو سپاس گذارم زیرا اگرچه من گناهکار بودم و لایق دریافت مجازات الهی تو که مرگ و جدایی ابدی از تو بود اما چون تو خدای پرمحبتی هستی گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح میبخشی و رستگارم می کنی خداوند از تو سپاس گذارم زیرا تو نه تنها گناهان من را به قیمت جان یگان فرزندت عیسی مسیح بخشیدی و از غضب الهی خودت نجات دادی بلکه حال تو مرا به همکاری با خود فرا میخوانی و مشتاقی تا من با کمک روح القدس به دیگران نیز شهادت دهم که چگونه می توانند رستگاری تو را در ایمان به عیسی مسیح به دست آورند خداوند از تو سپاس گذارم زیرا حال تو با روح مقدست روح القدس در من زندگی می کنی و مرا قادر میسازی تا تو را هر روز بهتر بشناسم و در اراده خاص تو برای زندگیم زندگی کنم. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا تو به من کمک می کنی تا من مانند انسانی که قبل از ایمانم به تو بودم باقی نمانم بلکه به شباهت عیسی مسیح مبدل گردم خداوند من در این لحظه تمام وجودم را به تو تسلیم می کنم به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا شخصیت من هر روز بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح بشود خداوند به من کمک کن تا رفتار من هر روزه بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح بشود خداوند به من کمک کن تا گفتار من هر روزه بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح بشود خداوند به من کمک کن تا شاهدی واقعی برای تو باشم و در شخصیت رفتار و گفتارم به دیگران شهادت دهم که تو مرا نجات داده ای و مبدل به انسان نوی ساخته ای انسانی که تو را دوست داره انسانی که برای تو زندگی میکنه. انسانی که محبت و فیض الهی تو را به دیگران شهادت میده به نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین خدا را شکر عزیزان امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید خوشحال میشیم تا از شما بشنویم همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین. زمین خود و را عبادت نباید بحر آن هدیه پربایش دائما شکر و هم داشت چون که بخشیده فردند خود را تا شبت ودینموی در جفانام او را زاروی گر که او مایش بس هم دو آمد تنها راه پیروزیست گر که بوارت نهایی بری سا چه زیر برفم شدی